اطراف هفت صبح هفته دسامبر 2016 اومدم مقاله 67 فدرالیست رو براتون بخونم. یه دفعه گفتم آسمون چه قشنگه باهاتون شریک بشم. حالا از مقاله 67 به بعد برای چند مقاله همیلتون راجبه رئیس جمهوری و یادتون باشه در مورد executive department تمام قسمتی که قوه مجریه رو در بر میگیره، مخصوصا رئیس جمهور. این مقاله رو 11 مارچ 1788 نوشته. من سعی کردم تو این مقاله ها پارازیت زیاد ندم، فقط یه ترجمه اجمالی بکنم از مقاله ها و یکی دو تا چیز وسطش بهتون بگم کوچیک، ولی نظرات خودم رو زیاد توش نیارم. کتاب و ویدیو بهتون معرفی بکنم، چون من فکر میکنم ما باید این تمدن آمریکا رو مطالعه بکنیم و برداشت من رو بعداً خواهید دید و شنید. فقط خیلی مهمه که مثلا اون کانالای اینترنتی رو که من معرفی میکنم، گاگو داری، شبیه سیسپن، لایبرری آف کانگرس، کتابخونه کنگره آمریکا، و رو همین اینترنت یا سخنرانی یا میزگردی که اساتید و مورخ مختلف یا علوم سیاسی دانا یا هنرمندا، نویسنده ها، اینایی که راجب فرهنگ آمریکا صحبت کردن، اونا خیلی مهمه که شما به اونا توجه بکنید. و حرف دیگه ای که دارم اینه که ما اگه واقعا بخوایم الگویی بسازیم برای فدرالیسم و برای بهتر کردن آینده ساکنین این کره زمین و مخصوصاً زیبا نگه داشتن این گهوارمون که کره زمینه برای نسل‌های بعدی و برای موجودات زنده، خوبه که زبان مشترکی، زبان دومی داشته باشیم که من اینجا دارم با شما کار میکنم مستقیم و غیر مستقیم. البته بعدها که این ویدیوها در اومد میبینید که من در گوشه کنار درست کردن این ویدیو دارم ویدیوهای تدریس یه مقداری حداقل قسمت اول زبان انگلیسی رو انجام میدم، یه زبان زمینی من اسمشو میذارم چون زبان کره زمینه دیگه، نه به انگلیس بستگی داره، نه به کانادا، نه فلانجا، نه به امانجا، نه آمریکا، زبان کره زمینه. من فکر میکنم در این قرن خوبه که این زبان رو توصیه میکنم که این زبان رو به عنوان زبان مشترک قبول بکنیم. و جالبیش اینه که ما انسان ها میتونیم در عصر یک نسل یا دو نسل زبان مشترکمون رو عوض بکنیم. اگه یه روزی نمیدونم سوئدی، ژاپنی، چینی، عربی، آلمانی تشخیص دادید که اون زبان بهتری برای این زبان مشترک. من که شخصا فکر میکنم زبان فارسی بهترین زبانه، ولی خب دیگه اونجا خودخواهی خودمه که میاد وسط. حالا بگذاریم، بذارید مقاله رو بخونم براتون. The Constitution of the Executive Department. Executive Department که گفتم
قوه مجریه. Of the proposed government claims next our attention. میگه حالا دیگه از اینجا به بعد راجع به قوه مجریه صحبت میکنیم. There is hardly any part of the system which could have been attended with greater difficulty in the arrangement of it than this. And there is perhaps none which has been inveighed against with less candor or criticized with less judgment. نصف بیشتر این مقاله الکساندر همیلتون ایراد میگیره، به تمام ایرادایی که راجب این سیستم در پایه‌گذاری سیستم فدرال در پایه‌گذاری کرسی رئیس جمهوری میکنه کردن. از اون اولش میگه چقدر اینا به ما ایراد گرفتن و چقدر ایرادهای بی جا. criticize with less judgment، اصلا نشستن عقلشون رو خوب کار بندازن ولی از ما انتقاد کردن. یا invade against with less candor، اونقدر ایرادهای شدیدی که از ما گرفتن و واقعا چیزایی که از صمیم قلب و چیزایی که واقعا منطقی نگاه کرده باشن بهش. بعد اینجا میگه here the writers against the constitution seem to have taken pains to signalize their talent of misrepresentation, calculating upon the aversion of the people to monarchy, they have endeavored to enlist all their jealousies and apprehensions in opposition to the intended president of the United States. این داره میگه اینایی که همه مقاله می نویسن و ایراد از ما می گیرن، داره تمام انرژیشون رو گذاشتن که یه چیزایی که اصلا منطقی نیست و چرت و پرته که بر علیه کسی که یا سمت رئیس جمهور خواهد شد که اومدن اصلا. حالا از اینجا به بعد شروع میکنه میگه هر چاخانی رو که بوده برای ما بافتن. حالا یه مورخی رو که نگاه میکردم توی یه دون از این مقالای فدرالیستی که دیدید میگه که این یکی از کسایی که خیلی در مورد این قسمت مقالای فدرالیست مقالای ضد فدرالیست مینوشت یه کسی بوده به نام کیتو. یعنی اسم کیتو رو استفاده میکرده. کیتو هم یکی از این رومی های قدیم بود و میگن که این آقای جورج کلینتون که در اون زمان استاندار یا ایالت دار نیویورک بود این مقاله ها رو می نوشت. و کیتو هم اسم کیتو رو هم دو تا از کسایی که اوایل قرن 18 بر علیه سلطنت انگلیس یا بر علیه استبدادی بودن سلطنت انگلیس که می نوشتن، این دو نفر که خیلی مشهور بودن و انقلابی های آمریکای خونده بودن، اونا هم یه مقاله هایی با استفاده از نیم کیتو می نوشتن. کیتو، C-A-T-O، کیتو. خلاصه فدرال، خلاصه همیلتون میگه که این مقاله هایی که بر ضد این قسمت قانون اساسی نوشته اصلا خیال بافیه. میگه این طرف که مقاله ها رو می نویسه یا این طرف ها اومدن طوری کردن که انگار not merely as the embryo but the full grown progeny of that detested parent. انگار اومدن میگن که این رئیس جمهوری، این کسی که قرار رئیس جمهور بشه،
بنا به گفته یا این منتقدای ما، انگار که این فقط تخم استبداد ما نکاشتیم، اومدن میگن نه اصلا این تخم اینا کاشته بودن و توی این کرسی رئیس جمهوری میتونه ظاهر بشه به صورت یک چیزی که حسابی بزرگ شده و آماده است که بزنه تو سرتون. و برمیگرده میگه The authorities of a magistrate in few instances greater and in some instances less than those of a governor of New York. میگه این حقوقی رو که رئیس جمهور آمریکا خواهد داشت خیلی شبیه این حقوقیه که ایالت داره مثلا ایالت نیویورک خواهد داشت، شاید یه جایی بیشتر یه جایی کمتر. بعد میگه طوری که اینا حرف زدن اینا را they have been magnified into more than a royal prerogative، یه طوری راجبش حرف میزنن که انگار این رئیس جمهور ما یک پادشاه مستبد خواهد شد. He has been decorated with attributes superior in dignity and splendor to those of a king of Great Britain. طوری راجبش حرف زدن که اصلا اشرافی تر از یک پادشاه بریتانیا است. He has shown to us with the diadem sparkling on his brow and the imperial purple flowing in his train. میگه طوری این رئیس جمهور رو ترسیم کردن که انگار برقی که این دایدم حالت یه حلقه بود که این پادشاه ها و امپراتور ها میذاشتن، حلقه طلایی رو سرشون، که میگه الان زرق و برق این حلقه طلایی انگار از پیشونیش به چشم ما میزنه. همچین ترسیمش کردن که انگار این رئیس جمهوری که قرار ما داشته باشیم ورداشته تاج و سرش زده و میخواد بزنه سر کله شما. و اینجوری ایراد میگیر از این ایرادهایی که گرفتن. حتی یه جایی هم غیر مستقیم میگه اینی طوری ترسیم کردن که انگار این سلطان عثمانیه یا پادشاه کشورهای آسیاییه که خیلی عقب افتاده هستن. بعد پاراگراف بعدی attempts so extravagant as these to disfigure or it might rather be said to metamorphose the object, render it necessary to take an accurate view of its real nature and form. میگه اینجوری که اینا تعریف کردن و ترسیم کردن ما بایستی نذاریم گولتون بزنن این رئیس جمهور آیندمون و شکل عجیب غریبی تو قلقومتون بکنن که بابا این قرار مستبد بشه. ما بایستی میایم به شما حقیقت هم رو بگیم. اشتباه این ویدیو یه ذره طولانی شد، انشالله که بتونیم بذاریم روی اینترنت. با اجازتون فعلا.